برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می‌گوید که به دلیل کمبود بودجه مجبور است پس از ماه می کمک‌های غذایی بشردوستانه خود را در افغانستان متوقف کند. به گفته مسئولان این نهاد در این ماه فقط 2.5 میلیون نفر در افغانستان از کمک‌های غذایی بشردوستانه استفاده می‌کنند. سخنگوی این نهاد در افغانستان افزود که در ماه ژوئن سال جاری میلادی کمک‌های غذایی بشردوستانه به تنها 500 هزار نفر در افغانستان کاهش خواهد یافت. این در حالی است که این نهاد در 5 سپتامبر 2023 هم اعلام کرده بود که به دلیل کمبود بودجه مجبور شده کمک رسانی خود به 10 میلیون نفر در افغانستان را قطع کند. یک رشته صاعقه در 3 منطقه در جنوب شرقی بنگلادش 6 کشته بر جای گذاشت. اکثر تلفات ناشی از صاعقه در مناطق روستایی رخ داده است که در آن مردم در زمین‌های کشاورزی خود کار می‌کردند. بر اساس گزارش وزارت مدیریت بلایای طبیعی و امداد بنگلادش از سال 2011 تا 2020 2164 نفر بر اثر صاعقه در این کشور جان خود را از دست دادند. کارشناسان ادعا می‌کنند که افزایش مرگ و میر ناشی از صاعقه ناشی از تغییرات آب و هوایی است که این کشور را در برابر اثرات آسیب پذیرتر کرده است. بارش شدید همراه با رعد و برق و باد موجب جاری شدن آب در سطح معابر و اختلال در تردد در اهواز شد. بارش پرحجم در تاریخ چند دهه اخیر در دسفول نیز بی سابقه بوده و موجب شده تا حجم آب باران بسیار بیشتر از ظرفیت شبکه دفع آب‌های سطحی دسفول بوده که مناطق شهر را دچار چالش کرده است. در اندیمشک هم سیلبند کرخه به دلیل بارش‌های شدید باران در یک نقطه بحرانی دچار شکستگی و طغیان آب به داخل مزارع شده است. گفتنی است که دسفول، اندیمشک و شوش بیشترین بارندگی‌ها را در استان خوزستان داشتند.